سلام به همه شما همراهان عزیز هویچ، در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویچی. وقتی به ارتش ملحق میشید هیچ محدودیتی برای انجام نوع آموزش وجود نداره، یعنی فرمانده تقریبا هر کاری که بخواد میتونه بکنه و بعضا به شما تمریناتی بده که بسیار مشکل و گاهی اوقات هم خطرناکه. تا پایان این ویدیو رو ببینید، چرا که میخواهیم سخت ترین آموزش های نظامی دنیا رو تو اینجا براتون بگیم. پس تو ادامه این ویدیو با هویچ همراه باشید. کای بیل گواتمالا. نیروهای ویژه کای بیل گواتمالا آموزش‌های سختی می‌بینند و تحت فشارهای جسمی و روحی زیادی قرار می‌گیرند تا خودشون رو برای جنگ‌های جنگلی و عملیات ضد شورش آماده کنند. شعارشون هم اینه که اگر پیشروی کردم به دنبالم بیا، اگر متوقف شدم تشویقم کن، اگر عقب نشینی کردم منو بکش. شوخی ندارن و به حرف خودشون عمل می‌کنن. حتی عمیقاً باور دارن که باید جدیدترین روش‌های آموزشی رو روی تازه سربازان اجرا کرد و به اونها آموزش داد. آموزش‌هایی که امروز این گروه ویژه می‌بینن به بی‌رحمی کارهایی که قبلاً می‌کردن نیست. براشون یک کاری عادیه که سرباز قبل از خوردن غذا از طناب بالا بره، 5 بار بار فیکس بره، 10 بار شنا بره و 2 کیلومتر هم بدوه. این کارها رو طی مدت 60 روز آموزش هر روز انجام میدن قبل از اینکه صبحانه، ناهار و شام بخورن. میپرسید مگه آزار دارن؟ نه، فقط باور دارن که حق غذا خوردن رو باید به دست آورد. تا حالا سعی کردید که صبحا 2 کیلومتر با شکم خالی بدوید؟ خاطراتتون از دوران سربازی رو برای ما بگید، ببینیم شما چی کشیدید. در یک گروه آموزشی متشکل از 40 داوطلب، در پایان تنها 7 یا 8 نفر واقعا عضو کایبیل میشن. حتی شایع شده که یک کایبیل اجازه نداره بیش از 3 ساعت در روز بخوابه و حق خواب رو نیز باید به دست بیاره. تفنگداران دریایی تایلند. در تایلند 1000 نفر تفنگدار دریایی ایالات متحده در سال 2018 در یک کلاس آموزشی بقا در جنگل شرکت کردند. تفنگداران تایلندی به همتایان آمریکاییشون آموزش میدادند که اگر در جنگلی گیر افتادن چطور برای پیدا کردن غذا بجنگن. مهمترین چیزی که یاد میگرفتن این بود که چگونه از گیاهان آب به دست بیارن. اونها همچنین یاد گرفتن اگر هیچ انتخاب دیگری نداشتن، خون مار میتونه زنده نگهشون داره. بهشون آموزش داده میشه تا مارهای کبرا رو بگیرن و خونشون رو بخورن تا زنده بمونن. اونها نمیترسن که گوشت مار رو بخورن و حتی بهشون آموزش داده میشه تا عقرب، مارمولک و حشرات رو بخورن. این کار ممکنه خیلی خطرناک نباشه، اما حتما چندش آوره. نیروهای ویژه کوپاسوس. نیروهای ویژه کوپاسوس اندونزی گروه نظامی دیگری هستند که برای خوردن خون مار برای زنده ماندن آموزش می‌بینند. زمانی که وزیر سابق دفاع ایالات متحده در سال 2018 از اندونزی دیدن کرد، در یک نمایش متوجه مهارت‌های مختلف اونها علاوه بر گرفتن مار شد. سربازان با شکستن آجر با سرهایشان تواناییشون رو نشون دادن. اونها حتی برجی از آجر رو در شعله‌های آتش با مشت خالی می‌شکستند. کوپاکوس ها آموزش دیدن از میان تخته های آتش راه برن و از نردبان شمشیر بدون هیچ کفشی بالا برن. به عنوان یک سرباز نظامی که مأموریت عملیات ویژه برای دولت اندونزی انجام میده، این مردان آموزش دیدن که چطور با هر چیزی که بر سر راهشون قرار میگیره برخورد کنند. بالا بردن توانایی هاشون برای مقاومت در برابر درد در اولویت قرار داره. نیروی دریایی ایالات متحده. نیروی دریایی ایالات متحده احتمالاً یکی از بهترین نیروهای عملیات ویژه توی جهانه. اونها برای مأموریت‌های آورده میشن که توانایی مافوق نیروهای نظامی معمولی نیاز داشته باشه. بنابراین شرط می‌بندین که برنامه آموزشی شدیدی داشتن. شاید یکی از جدال‌آمیزترین قسمت‌های این برنامه امکانات آموزشی سطح 3 که برای پرسنل نیروی دریایی که بسیار ریسک‌پذیرن طراحی شده. علاوه بر کلاس‌های یادگیری معمولی، دانشجویان در تمرین‌های آموزشی قرار داده می‌شن که برای مهارت‌های بقا و فرار در محیط روباز تمرین کنند. سپس یک آزمایشگاه آموزشی مقاومت وجود داره که سربازان توانایی‌هاشون رو برای مقاومت در برابر شکنجه آزمایش کنند. نیروی دریایی تایوان. در پایان چند هفته برنامه آموزشی آبی خشکی در تایوان، نیروی دریایی که میخوان غواص بشن باید تمرین رو کامل کنن که به عنوان جاده بهش شناخته میشه. این تمرین شامل خزیدن روی صخره‌های مرجانی ناهمواره و چیزی جز شلوارک نمیپوشن.
برای شروع خزیدن داوطلبان باید خودشون رو در وضعیت عمودی بر روی زمین بندازن. سپس شروع به خزیدن بر روی زانوها و آرنجهاشون در طول مسیری که پر از صخره‌های ناهمواره انجام بدن. تازه سربازان همونطور که به سمت جلو پیش میرن اغلب فریاد میزنن من از درد نمیترسم. اما این همش نیست. در طول مسیر مربیان روی زخمشون آب نمک میریزن تا کار رو برای اونها دردناکتر بکنن. حتی بعد از اتمام اگر مربی از چگونگی انجام کار رضایت نداشته باشه میتونه تصمیم بگیره تا دوباره این کار رو انجام بده. حالا اجازه بدین برگردیم تا در مورد نیروی دریایی ایالات متحده صحبت کنیم، اما یک واحد دیگر از این نیروها، چون حقیقتا برخی از شدیدترین آموزش‌ها رو در دنیا پشت سر می‌گذرونن. یکی از تمرین‌های سخت در طی غواصی اتفاق می‌افته. پرسنل نیروی دریایی باید با آب راحت باشن و لازمه یاد بگیرن چطور در آب و در مقابل سناریوهای مختلف آروم بمونند. ماسک‌های داوطلبان رو زیر آب می‌دزدن تا جریان هوا متوقف بشه و اونها رو توی آب هول میدن. چرا؟ چون اونها لازم است یاد بگیرن زمانی که اتفاق پیشبینی نشده ای میفته چطور احساساتشون رو کنترل کنن. تاکتیک دیگه هول دادن داوطلبان به زیر آب بدون مخازن اکسیژنه تا زمانی که زیر یخ گیر افتادند رو شبیه سازی کنند. نیروی ویژه دریایی همچنین باید آزمون غرق شدن رو پشت سر بگذارن که در این آزمون دستهاشون به پشتشون بسته میشه و پاهاشون نیز بسته شده و اونها باید چند کار رو در زیر آب کامل کنن. اگر موفق نشدن از آموزش حذف میشن، در حالی که داوطلبان تقلا میکنن که نفس بکشند، از خستگی در آب به پایین رانده میشن که میتونه بسیار خطرناک باشه. اسپیتناز نیروی ویژه روسیه. قبلا در مورد شکستن بلوک های آجری با مشت خالی و سر صحبت کردیم. نیروی ویژه اسپیتناز روسیه خیلی خفن تر از اینه. کارهایی میکنه که هر جایی انجام نمیشه. اونها به خاطر آموزشی که برای کنترل درد میبینند معروفند. بلوک هایی رو روی سر، کمر یا شکمشون میگذارند و سپس یک سرباز دیگر اونها رو با پتک میشکنه. حتی گاهی اوقات بلوک ها رو آتش میزنند. این سربازان روسی آموزش میبینند تا مشت و لگد قوی به سینه و شکم رو تحمل کنند. در حالی که بعضیا این متد آموزشی رو کمی نامربوط میدونن، اما تمام این بخش ها به سربازان رو آموزش میدن تا درد رو تحمل کنند. آموزش اونها حتی بسیار بی‌رحمانه تر میشه زمانی که باید همزمان با دو سرباز دیگری بجنگن در حالی که شعله های آتش توی دستشونه. نیروی هوایی آمریکا. بخشی از آموزش‌های نظامی نیروی هوایی ایالات متحده تجربه اتاق گازه که به اون اتاق اطمینان هم گفته میشه. این اتاق اصولاً محیطیه که به اونها آموزش میدن که در مقابل حمله هسته‌ای و بیولوژیکی و شیمیایی چگونه رفتار کنن. وقتی ماسکشون رو گذاشتن باید وارد اتاق گازی بشن که پر از گاز اشکاوره. اگر ماسکاشون رو درست نگذاشته باشن فوراً اثرات گاز اشکاور رو حس میکنن. درست قبل از ترک اتاق از همه کارآموزان میخواهن ماسکاشون رو بردارن. در نتیجه میتونن واقعاً تجربه کنن داخل اتاق چه بلایی میتونه سرشون بیاد. کارآموزان اتاق رو با چشمان دردناک ترک میکنن و اغلب تا چند دقیقه نمیتونن به راحتی نفس بکشن. اما طور که احتمالاً میتونید تصور کنید وقتی سربازان مشغول انجام وظایفشونن زمان زیادی برای استراحت ندارن. اینجاست که تمرین خاصی برای نیروی دریایی آمریکا دیده شده. نیروی ویژه دریایی ایالات متحده عمدن آموزش محرومیت از خواب رو پشت سر میگذرونن تا اونها رو برای آنچه پیش رو دارن آماده کنند. در هفته‌ای به نام هفته جهنمی مجبورن 5 روز بیدار بمونن، در حالی که این فرصت رو دارن تا 2 تا چرت 2 ساعته بذارن. سربازان زیادی ترجیح میدن بیدار بمونن چون نمیخوان با مشکلات بیدار شدن پس از خواب مواجه بشن. یکی از نیروهای دریایی سابق گفته که تونسته بود کارها رو تا 3 روز به طور نرمال انجام بده قبل از اینکه توهمات حاصل از بیخوابی شروع بشه. کانادا. برای نیروهای مسلح کانادا آموزش غوطه‌وری در آب سرد ضروریه. این تمرین به عنوان بخشی از آموزش بقا در زمستان انجام میشه. برای اینکه داوطلبان ابزارهایی برای حیات دارن و اگر در یخ افتادن و باید خودشون را از آب یخ زده نجات بدن. آب سرد واکنش شوک به سرما در بدن ایجاد میکنه که منجر به بند آمدن نفس میشه. برای پرهیز از این وضعیت ناراحت کننده سربازان کانادایی آموزش میبینن تا نفسشون رو 1 دقیقه کنترل کنن. بنابراین میتونن به یخ برگردن قبل از اینکه سرما بدنشون رو فرا بگیره. این تمرین وسط زمستان در دمای 22 درجه زیر صفر انجام میشه. شما میتونید نظرات خودتون رو در قسمت کامنت این ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید.
یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بذارید. هویج هواتون رو داره.